در همین رابطه همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم به ما پیوست. بابک، از جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل بیشتر برامون بگو. خب از دیروز در اسرائیل و به ویژه در رسانه‌های اسرائیل از جلسه‌ای که قرار بود امروز برگزار بشه و برگزار شد صحبت کرده بودند و انتظار می‌رفت که در این جلسه به نوعی اسرائیل و عملیات نظامی اسرائیل در غزه را محکوم بکنن، زیرا بیشتر اعضای سازمان حقوق بشر سازمان ملل از اعضایی هستند که اصولاً همیشه بر علیه اسرائیل رأی میدن و از هر 30 بیانیه‌ای که بیرون دادن تا به حال 9 بیانیه اون بر ضد اسرائیل بوده. در هر حال میشل بچلت کمیسرای عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز گفتش که در صورت نامتناسب بودن عملات اسرائیل در غزه، این عملات اسرائیل به غزه را میتونیم ما جنایت جنگی تلقی بکنیم. این جلسه به دنبال درخواست کشورهای عربی تشکیل شده بود. خانم بچلت همچنین گفتش که هیچ مدرکی در مورد این که در غزه از ساختمانهایی که اسرائیل به اونها حمله کرده استفاده نظامی شده در دست نیستش و بمب‌هایی که اسرائیل پرتاب کرده به خانه‌های مسکونی اصابت کرده. همچنین خانم بچلت از حماس خاص و سازمان‌های دیگر نظامی که دست از موشک اندازی به سوی مناطق مسکونی در اسرائیل بردارند. انتظار میره که شورا امروز محدودیت ها و ممنوعیت هایی را در رابطه با فروش اسلحه به اسرائیل به رأی گذاری بذاره. باید با این مسئله هم بدونیم که این امکان هم وجود داره که شورای حقوق بشر سازمان ملل گروهی از کارشناسان خودش را برای این بررسی این جنگ 11 روزه که در اسرائیل اتفاق افتاد به منطقه بفرسته، اما بعید به نظر بیاد که اسرائیل با اونها همکاری بکنه. ریاض مالکی وزیر امور خارجه فلسطین امروز در جلسه شورا گفتش که اسرائیل یک کشور اشغالگر و آپارتاید هستش. به منظور تشکیل یک سیستم استعماری و یک سیستم آپارتاید، اسرائیل به جنایت‌های خودش و سیاست‌ها و قوانین غیربشری خودش ادامه میده. در پاسخ نماینده اسرائیل گفتش که حماس یک سازمان تروریستی جهادی است و اضافه کرد که هر یک از موشک‌های شلیک شده به اسرائیل در حقیقت اون یک جنایت جنگی هستش. او خاطر نشان کرد که اسرائیل از تمامی قوانین حقوق بشر و قوانین جنگی در جنگ با غزه پایبندی خودش را نشون داده و تمامی تلاش خودش را به انجام رسونده که بیگناهان در این بمباران‌ها آسیبی نبینند. باید باز منتظر شد و دید که آیا اعمال عملی دیگری سازمان حقوق بشر در بر علیه اسرائیل اضافه خواهد کرد امروز یا خیر. سپاسگزارم از تو بابک اسحاقی از اورشلیم همراه ما.